خواهران و برادران عزیزم، مجاهدین خلق ایران، جوانان شورشگر، کانونهای شورشی، به پاخواستگان برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه، مردم به جان آمده‌ای که در نبردهای خیابانی در این 6 روز بیش از 250 شهید تقدیم کرده اید، هزاران دلیری که در این رویارویی مجروح و مصدوم شده اید، دلاورانی که در آتش و خون با جنایتکاران پاسدار و اطلاعاتی در افتادید، بارها آنها را به فرار واداشتید و بارها مناطقی از شهرهای اشغال شده ایران را آزاد کردید. شما در این 6 روز پیکار مردم ایران برای آزادی را جهش دادید. شما در این کشور غم‌زده و خونین دل میهن شورش و قیام و ایران برخواسته برای آزادی را برپا کردید و پرچم‌های قیام و سرنگونی را برافراشتید و زبان حال مردمتان را در این شعارها فریاد کشیدید که 40 سال خون گریستیم، بس دیگه میستیم. بله، از خون شهیدان قتل عام اشرف و قتل عام زندانیان سیاسی و تمامیت 120 هزار جاودان فروغ آزادی، اکنون در سراسر ایران لشکرهای بسیار از هزاران و هزاران جوان رزم‌آور برخاسته است. حالا در میان خونهایی که در خیابانها جاری است و در میان دود و آتش یک رویارویی عظیم و بی سابقه و در میان نعره‌های وحشت جلادان حاکم، افق تابناک پیروزی و آزادی پدیدار شده است. هزاران درود بر شما جوانان شورشگر که دوباره مردم ایران را سربلند کردید. جنگندگی و تهاجم بیوقفه شما دشمن را به ستوه آورده است. دشمن وحشیانه و سراسیمه سرها و سینه های مالامال از عشق شما را آماج گلوله کرد، اما شما متوقف نشدید و هر کوچه و خیابان را به سنگر قیام و انقلاب تبدیل کردید. درود بر شهیدان و قهرمانان مردم ایران، جوانان و نوجوانان شجاع و بیباک در شیراز، ماهشهر، مریوان، کرج، سیرجان، اسلامشهر، شهریار، فردیس، اهواز، اصفهان و بهبهان خونفشان که سپاه جنایتکار پاسداران را به وحشت انداختند. درود 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 بر همه آنها. عکس‌ها نگاه کنید.
این جوانان رشید و شهید را ببینید. و باز بنابراین با وجود خون دل و خون جگر 40 ساله مردم ما برای شهیدان این قیام که زنده ترین زندگانند و برای نشان دادن احساسات حقیقی مردممون نسبت به این شهیدان و به افتخار اونها 1 دقیقه کف میزنیم. برادران گرامی، هموطنان عزیز، خیزش قهرمانانه روزهای اخیر یک بحث عمیق و گسترده رو میطلبه، اما اجازه بدین که در این فرصت کم به چند عنوان اکتفا کنیم. اول اینکه رژیم آخوندی و شخص ولی فقیه با بن‌بست و بحران سرنگونی روبروست و تنها راه رو در سرکوب و کشتار پیدا کرده. دوم این که رژیم در جلوگیری از قیام شکست خورد. سوم، رویارویی با رژیم همه گیر شد و باز اثبات شد که مردم ایران بر امر سرنگونی رژیم متحد و یک پارچه هستند. و چهارم، استراتژی کانون‌های شورشی و شعل‌های شورشی که مسعود از چند سال پیش اعلام کرد حقانیت و حتمیت پیروزی خودش را نشان داد. سرانجام این حقیقت قطعی شد که اوضاع ایران که با قیام برای سرنگونی رژیم شناخته می‌شود دیگر به عقب بر نمی‌گردد. در پیام‌های بعد از قیام دی ماه 96 مسعود تاکید کرد بالا بردن مشعل قیام در کانون‌های شورشی در هر فرصت، هر زمان و هر مکان دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است. و او گفت با کانون‌ها و شهرهای شورشی قدر تاریخی مردم ایران در نبرد آزادی بخش رقم می‌خورد. مسعود گفت پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی در جنگ 100 برابر و شورشگری حد اکثر بوده، هست و خواهد بود، آنقدر که از طریق کانون‌های شورشی به ارتش آزادی بخش ملی اطلاع یابد و سپاه دشمن ضد بشر را در هم بکوبد. مسعود رهبر ماست، پیروزی از آن ماست. سلام بر شهیدان، سلام بر شورشگران برای آزادی و سلام بر قیام ایران برای سرنگونی.
ایران زمین ما رویم از پی انقلاب آن رهی که هر شری رفته در پناه آن مرگ با هدف بود انتهای راه آن آن رهی که توشه دشمنان هر لحظه میدهد نوی از مرگی زخم و بی امان مرگ ظالمان ظالمان